زمو تابلو اوت کو خو سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده عزیز برنامه سرزمین من، تولید وطن افتخار وطن. باز هم در یکی از شرکت های پارک های صنعتی ولایت زیبای هرات قرار داریم. در کنار ما جناب مدیر صاحب قرار دارن. میخوایم بیشتر از اینا بشنویم که اینجا چی تولید میشه و به کجا صادر میشه و چی استفاده میکنه مردم از این. میشه که در قدم اول خود معرفی کنن و نام شرکت، بعد از اون میریم سر اصل برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحمید عظیمی هستم، مدیر مسئول شرکت تولیدی نگارستان. سال تاسیس این شرکت به سال 1385 بوده. تو حدود 16 سال تا حالا به سال فعالیت کاری داره الحمدلله. و تولیدی که ما میکنیم با برندهای متفاوت به نام های گلبرگ، شبنم، نرگس، پامیر و انواع و اقسام تبلیغاتی هایی که هست، موبایل های متفاوتی تولید میکنیم و با بهترین کیفیت الحمدلله. بسیار. و در تمام نقاط کشور، یعنی به کل ولایت کشور، ما جنس تولیدی داریم و میفرستیم اونها و حدوداً بالای 100 فامیل الحمدلله توسط این شرکت امرار معاش میکنم. خب می لولای که هست از همین کاغذ هست مدیر شه؟ بله، این خب. کاغذ می کاغذ. خب میریم سر دستگاه، فکر کنم کارم جریان داره. بله درست. خب بیا برای ما بگو که ای بر چی فعلا کار گرفته میشم؟ ای برای وقتی که اونجا توته شد، خود شد، عرش خود شد و به اساس استانداردی که ما داریم، بعضی ها سلا، بعضی ها دولا استفاده میکنیم. بله. خاطر استقامت روح و لباب ما که به استقامت داشته باشه، این معمولا میای سلا شده. بله. از این قسمت به حساب چسب میخوره. بله. چسب از این میای به این قسمت با تا میخوره، بعد تولید میشه و اینجا خب. به اساس سنسوری که داره و متراژی که تعیین شده، بله، خود از اینجا قید میکنه. خب به هر اندازه خواسته باشین شما میتونید کی رکت کاری کنین. خب دوستای در حال تکمیل شدن است و قسمی که شما خود ماشین دیدین به مو اندازه که متراژ شده بود. بله. این برش شد. بله. خب بعد از این را کجا میبریم؟ بعد میبریم به ایدسکا. بله. خب به طور نمونه دوستای را آوردیم به ایدسکا. بی بی لالا جان این کار چی را انجام میده دوستا را تصویر ببینیم. بله خاموش شد. خب قسمی که شما دوستا دیدین همو کاغذ چقدر بود درازی لولا؟ یک متر باشه؟ یک و بیست؟ بر اساس کلانتر تولید میکنین که اینجا بس زود وقفه نخوره. خب اونجا کتکاری شد یا کجا میره بخیر؟ این میبره بس 22 سانت به حساب طول از اینه. بله. میره سر دستگاه که به حساب. خب این برای چی استفاده میشه؟ برای حول باب آشپزخانه. خب کاغذ یک برای آشپزخانه لولک هست. بعض اصطلاحات فرق میکنه دیگه، ببخشین ما را زبان چوبیس یکان تقفق میکنه. خب دوستا لیره گرفته میریم بخیر سر اصل مطلب. درست. که ماشین چی کار انجام میده و بالاخره مواد به دست میایه. بالاخره رسیدیم دوستا به بخش چی مدید شد؟ تولید حول آشپزخانه یا مو کاغذ لولایی که برای آشپزخانه کار گرفته میشه. خب ما میخواییم که مو مدیر صاحب این جمعی کیلومتر بعد چی خاطر است؟ این شمارشگره که به اساس سنسوری که داره که دور میزنه. بله. و اون گفتم که قبلا به اساس وزنی که ما تعیین میکنیم. بله. هر برند ما یک وزن خاص داره، همه یکسان نیست. بله. و ما خاطر به همون اساس که ما وزن در بیاره و این به حالت خود ما چشمی نمیتونیم این عیار بکنیم. بله. باید یک سنسور باشه، شمارشگر باشه که او رو طی بکنه، بعد از مراحلی که طی شد قد بکنه. خب. بسیار خوب. بالاخره مو کاغذایی که اونجا لوله شد و آمد به این دستگاه و اینجا ما تانستیم که دستمال
کاغذی که برای آشپزخانه اکثرا خانما کد از این سر کار زیاد است کار میگیرن آماده شد این کجا میره حالا بخیر؟ بعد میره شرینگ میشه خب میریم دوستای یک دانه شما میبریم دو تا را بگیریم یکی را ببریم نمونه بله آمدیم پیش خواهرای ما که سلام علیکم صحت شما خوب است بخیر هستین میشه خود معرفی کنین چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ 4 سال میشه 4 سال بله. خانه هم اینجا هست؟ بله وظیفه شما چی هست اینجا؟ وظیفه ما همین کاره همین همین کار کلولار بخصیم پلاستیک میکنین؟ بله خب دو نفر در این بخش هستین؟ بله خب دوستان میبینیم که این خواهر ما چگونه پلاستیک میکنه و این هم آرم همی خود چی هست که داخل از این باید از حق شود شبنم بله بله شرکت نگارستان خب بگیرشتیم زمانی که اینجا پلاستیک شد میره داخل دستگاه اینجا باز کوره میگن پرس میشه پرس میشه جمع میکن. بله باز به تعداد چند دانه داخل یک پلاستیک گذاشته میشه به خاطر فروش به اساس همو گفتم که روالی که ما سفارشی که مشتری به ما میده به اساس همو بعضی ها 12 دانه بعضی ها 8 دانه به این حالت گذاشته میشه داخل پلاستیک بسیار خوب خب میریم سر بخش بعدی بخیر که شما از کاغذ دیگه چی ساخته میتونین؟ درست کدام طرف میریم؟ سمت کاغذ تشناب بریم بریم که خب آمدیم سر دستگاه بعدی مدیر صاحب محترم اینجا چی کار انجام میشه؟ این هم کاغذ تشناب تولید میشه بله مواد از کدام مواد خام میایه بله این هم نیچه یا همون لوله میانی از اونجا تولید میشه دستگاه مرحله اولی که ما رفتیم بسیار بعد میای به این قسمت بسی داخل میشه به اساس وزنی که متعین کردیم شمارش کرده که برای تنکیم بله. و سنسوری که اینجا داره کم بلندتر صحبت کنیم صدای ماشین از خوب این سنسور به حساب لحاظ علمی سنسور میگم با معمولا بله بله. میگیم این شماره میکنه که چقدر دور خورده بله. اساس همو بعد از اینکه تیم مراحل شد خود موسیقی دستگاه استاد میشه قلب میشه بسیار خوب حال ما ببینیم که چند دور باید پورا کنه تا ای که آماده شد بله و کتکاریش باز کجا صورت میگیره؟ به او قسمت همین لوله را برای ما بتین خب دوستایی را میبریم بخیر به طرف کجا؟ کت کنیم اینجا کی هست انجینرش؟ دوشن از او طرف استاد میشه یا از این طرف؟ از این طرف استاد خب خب دوستا آمدیم به طرف کار بعدی که در اونجا البته لوله شد و اینجا به مو اندازه کتکاری میشه قسم که شما میبینین بسیار به شکل اساسیش کاغذهای تشناب البته آماده میشه خب مدیر صاحب اینجا کتکاری شد بالاخره میای پایین و اینجا چی کار صورت میگیره؟ به اساس همو گفتم که اندازه‌ای که تعیین شده کت میشه قطع بله. میشه بعد اینجا به پلاستیک میشه خب ده هر پلاستیک 10 دانه است؟ بله خب وقت پلاستیک شد سرش بسته میشه و آماده فروش از دیگه باید با پلاستیک بسته بنیم بسیار باز داخل پلاستیک های کلان فکر کنم که دادا بسته دیگه در جایی میشه پشت بس. سر شما که میخواد بله بله قسمی که شما دوستان میبینن دیگه بستهای است که آماده فروش است و امروز کار همین بخش دیگه امیر تولید داره و اون طرف هم که است و به شکل های دیگه است که توسط اون دستگاه عیار میشه بله بله خب بیا ایران میبینیم که این چیگونه است یکی ساده است یکی پشتدار است ایره توسط این دستگاه عیار میشه خب او آماده است او دستگاه؟ او دستگاه کمی وقت ما میخوره تا او آماده بکنه خب خب بسیار خب باز قیمت از این وزی فرق داره؟ تفاوت داره بخ. خب نظر به چی؟ نظر به خود پلاستیکش نظر به وزنش خب خب وزنش هم بیشتر است بله بله بعض کاغذ های دیگه که داخل خود لوله نداره او ارزان تر از به بازار
از وام شما تولید دارید؟ از تولید نداره. کار شما دیگه کار معیاری است ها؟ شما تصویر از این دوستا ببینیم، انشاءالله جای دیگه باز هم در خدمت هستیم. خب دوستا میریم به بخش بعدی و میخواییم که اینجا را بر شما معرفی کنیم. باز بخش لوله و کاغذ تشتاب خلاص شدیم، آمدیم به یک بخش دیگه که اینجا فکر کنم که خانما بیشتر کار میکنن. بله کار ظرافتکاریه. بسیار خوب. خانما معمولا بیشتر میکنن. ای چی هست مدیر صاحب؟ این به نام فله باب میگیم. فله بله شکل فله ای هست، موادش خالص هست، دستگاه تولید میکنه و بعد معمولا به رستوران ها بیشتر استفاده میکنه. بله خب ای از امو کاغذ های دسمال کاغذی هست که در رستوران ها و خانه همون جبهش آماده دارن. بله. فقط ایره داخلش میمانند که مشتری ها استفاده کنن. جبهای چوبی معمولا به خانه ها دارن. بله رستوران ها دارن این میکشن. بله بعد به داخل از این کار. اینجا چی کار صورت میگیره؟ این بخش جعبه هست، تولید جعبه. خب جعبه همین جعبه های دسمال کاغذی. جعبه های دسمال کاغذی. بسیار خوب. این ماشین چی کار انجام میده؟ این بخش فله باب دسمال. این برای چند لحظه خاموش نمیشن. همین خاموش شد صدای ما و شما. همون را خاموش کن. خب ما و شما این را دیدیم، از این را میریم اینجا. خب بعد از اونا صحبت هم کنیم و در مورد از جام صحبت کنیم. روشن کنه؟ روشن کن. این روشن میشه؟ بیا مدیر صاحب اینجا. اکثرا کوشش که روی برای مقابل کامرا باشیم. خب اینجا چراغ هم نیست. خب از اونجا خلاص شدیم. این چی کار انجام میده مدیر صاحب؟ بخش جعبه هست. این بله. بالکایی که کردن رزی داره وقتی که پرکاری میشه. بله. این چسب میزن. خب. این مرحله چسب میشه. بسیار خوب. باز پرکاری از این کجا صورت میگیره؟ پرکاری پیش اونها دستگاه که به اساس شمارشی که تعیین شده این معمولا 200 برگ هست. بله بعد اون خود سنسور داره خود کامرا همه تا کد از همیه برو همه تا پایین برو برو کتش هن تا آخر ماشین برو. ما هم میریم طرف خوارای ما هم را از اونام صحبت میداشته باشیم و میبینیم که چیگونه کار انجام میشه. این مرحله رو ختم کنیم. این قسمت بله. باز جوره خب. میشه. خب وقتی که اونجا کاغذ آمد اینجا چارکنج میشه. این قسمت ایلمنت داره. بله. حرارته. بله. اینو میچسبه که اونجا چسبیده این گرم میکنه. بسیار خوب. بچسبه. بعد اون قسمت جوره میشه. بسیار خوب. خب این فکر کنم باز میره روی میز دیگه. بله. کاغذ انداخته شد و اینجا قوطی آمد. بله. این رنگش متفاوت با این جوره میشه. این با این. بله. هر کدوم باز اساساً با رنگش که هست. هر آرم یا هر نام که هست دیگه او جدا میشه یا مرنگ که هست ها؟ بله. بعد اون قسمت باز پلاستیک بگیم. بسیار خوب. میریم حالا باز به مرحله بعدی و قسمی که شما میبینین اینجا باز هم پنج دانه ای پرس میشه؟ پنج دانه ای پرس میشه. بله. خب زمانی که مدیر صاحب اونجا خوارای ما به تعداد امو شمارش که از 200 برگ یا 300 برگ داخل از قوطی ها مندازن اون میایه به دستگاه اینجا پرس میشه و بعد از این میایه اینجا. باز اینجا امو پنج دانه فکر کنم در یک جبه بسته میشه میره به بازار. بعد او که بسته میشه باز با داخل کارتن میشه یا پلاستیک میشه. معمولا 30 دانه یا 36 دانه داخل یک کارتن باز غالب میشه. بعد از او باز آماده فروش هست دیگه. باز که خواهر ما را پرسان کنیم که چطور است. سلام علیکم. کار شما چی است اینجا؟ بسته بندی. فقط بسته بندی؟ بله. چند صبح میان تا چند شام؟ ساعت 7:30 اینجا دست به کار میشیم. 4 بجه هم تعطیل میشیم. امی جایی که زیاد ظریف کاری است چرا خانم ها کار میکنند؟ خاطر خوب کار میکنم. بله خانم میبری یکان دفعه یکان قطیره یا نه؟ بدم. بله میتن میتن برد شرکت یا؟ بله از طرف شرکت بریم و میدم بخشیشی میدم. سلامت باشی مادر. زنده باشی. بخیر باشین. خب میریم پیش و میبینیم که اینجا چی کار انجام میشه. گفتنی میره به داخل دستگاه باز قسم بخش های بعدی اینجا شمارش میشه مطابق از امو برش میشه. بله میریم پیش
و دوستان را صحبت میکنیم که سلام علیکم. مادر خوب هستین؟ شکر شما خوب هستین، سلامتین، بخیر باشین. مصروف چی هستین؟ همین دسمه کاغذی به جعبه میکنیم. چطور میفهمین که یک جعبه 200 دانه برگ باید انداخته شما؟ این همیت مسینگ میزنه. شما یک بندل بگیرین که کدامش 200 دانه است؟ این همی 200 دانه فکس. اگه حساب کنیم یک دانه کم بود با جریمه هستی دیگه. حساب کنیم حرکت داره بس جلو دنبال. دوستا قسمه که کمره اگر پیش بیه امیار لای کس اینجا فکر کنم معلوم میشه که 200 دانه پورا شده. آماده؟ بله بله. فیلن که پرکاری میکنین چند دانه ای هست؟ 200 دانه. باز اگه 300 دانه ای باشه اینجا ماشین عیار میشه؟ عیار میشه بله، شماره عیار میشه. چقدر وقت میشه کار میکنین؟ ما تقریبا 14 سال میشه کار میکنیم. 14 سال؟ بله. خودت کدام شرکت جور نکدی؟ نه، سرمایه نیست دیگه؟ نه دیگه، همی خدا خیلی بده رئیس ما بله، همی برای ما مایا کرده که ما چی کنیم، خدا من اونا رو خیلی بده. چند نفر خانم کار میکنه اینجا امروز شما؟ اینجا تقریبا 10-12 نفر هست. بله. باز خانم اونجا نزدیک هست دیگه؟ خانه به شهر دیگه. به باز موتر داره شده؟ بله موتر دارم. چطور از ماش وقت به وقت میرسه؟ دکاندارا پول داد باز ماش میده شما؟ بله اونی بم وقت ما میرسن سر بوج میدن. باز گزاره میشه؟ میشه دیگه، پردی خو میکنیم. بله حرف باشه پردی خو میکنیم. سلامت باشین، بگیرین شما پس ماندین فکر کنم از قطار. سلامت باشین. خب مدیر صاحب وقتی که یا پرکاری کردن اینجا می از اینجا باز داخل ماشین میشه، یک بار دیگه هم دوستا میره روشن کنن بیاید امی خط که ما ببینیم. باید از اول از اینجا شروع میکردیم. خب خیر الان وقت کافی است. از اینجا داخل از این انداخته میشه و بالاخره میه به دستگاه و از دستگاه میره تو قسمی که دوستا دیدن به بسته‌بندی. خب او ماشین کلان چی کار انجام میده؟ گفتم قسمت فله‌ای که خب خب او رو انجام میده. دیگه چی کار باقی مانده؟ دیگه کار خاص باقی نیامده. بله فقط دیگه آماده است که مردم استفاده کنه. خب میریم بیرون با همراه دوستا باز خداحافظی میگیریم. خب دوستا رسیدیم بالاخره با پایان برنامه. اگر چیز باقی نمونده باشه مدیر صاحب میخوایم پیامت داشته باشیم بر هموطنها که از این تولیدات خود استفاده کنن یا از این کشورهای خارجه. تشکر از شما، از زحمت کشی شما که حضور دادیم اینجا. سلامت. ممنون از شما. الحمدلله اگر ما تلاش بکنیم طبعا کشور رو به پیشرفت هسته. به دقیق همه دانشمندایی که ما بخوایم یک کشوری که حالت فقر نگه بداریم برای از کمک بکنیم. دقیقا. اگر ما دست خود حساب کار بکنیم، تلاش بکنیم، چرا ما نداشته باشیم کشور پیشرفته یا چرا ما همیشه محتاج دیگرها باشیم؟ دقیقا. طبعا گنجایش از ایرم داریم، الحمدلله نیرو کاری داریم، اقتصاد تا حدودی داریم، به شرطی که ما همت بکنیم و وقت بگذاریم و سعی و تلاش بکنیم برنامه ریزی دقیق داشته باشیم. دقیقا. گفتین مستقیم یا غیر مستقیم چند نفر با شما در شرکت کار میکنن؟ حدودا 100 فامیل در کل. 100 فامیل. در هر فامیل حدودا شاید 5-6 نفر باشه. اگر این را ضرب دهیم به 1000 نفر میرسه. هر کس باید است اگر سرمایه گذاری میکنه به همی وطنش از به نظر ما سرمایه گذاری کنه. چون کشور ما ضرورت داره، جوانای ما، خواهرای ما، مادرای ما مصروف کار شوند. قربانتان سلامت باشین. یک شماره تلفن هم اگر به دوستا بگوین کسایی که ضرورت داشتن هر جایی با شما مستقیم زنگ بیان بزنن، چون بعض شرکت ها را که من میرم باز نصف شب برای ما زنگ میزنن که چند است و به اینجا اینه قدر روان کن میشه که یک شماره شما بود. شماره دفتر میدون 0799209600 بله. زمان تماس بگیرم شب رو در خدمت هست. واتساپ هم با می شماره است؟ واتساپ هم هست، همه یه برنامه تلی به حساب فضای مجازی به این شماره هست. مستقیم خودتان جواب میتن؟ دفتر جواب میدن. خب بسیار خوب. خب این بود برنامه امروز خدمت شما تقدیم کردیم. امیدوار هستیم که از این برنامه شما لذت برده باشین. ما هستیم به ولایت زیبای هرات، کوشش میکنیم تمام کسایی که شرکت دارن و افغانای ما وطنای ما مصروف کار است قسمی که شرکت بر شما معرفی کردیم انشاءالله اونا رو هم به معرفی میگیریم و شما باید بدانین که ما هم دست کم نیستیم و ما هم دست کم نگیرین. انشاءالله میتونیم که یک رقابت سالم
با کشورهای همسایه و کشورهای بیرونی داشته باشیم. این هم امروز برنامه ما از دستمال کاغذی و نمو پروسس بسته‌بندی گلبرگ که گلبرگ یک نام آشناست دیگه فکر کنم. خداوند یار مددگارتان پیروز و کامگار باشین. سلامت باشین.